سلام و درود خدمت یکا یک شما فارسی زبانان عزیز امیدوارم در هر جای دنیا که هستین دلتان شاد و روزگارتان خوب باشن امروز ما برای تان ده قاتل زنجیری که تا به حال دستگیر نشده را معرفی میکنم هم طبق روال همیشه اگر تا به حال سابسکرایب نکردین همو کلید سرخ رنگ فشار بدین و برای حمایت از ما کلیپ لایک کرده و اگر کدام سوال یا نظری دارین در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارین شماره یک رابرت ویلیام فیشر آقای فیشر یک قاتل فراری امریکایی است که به دلیل قتل امسر و دو فرزندش هنوز هم تحت تعقیب است. محل زندگی آنها در آریزنای آمریکا بوده و این آدم در تاریخ 10 اپریل سال 2001 تمام خانوادهش را به قتل میرسانه. به گفته اف آی FBI تصور میشه که فیشر چندین سلاح از جمله یک تفنگ پرقدرت و چندین کلت در اختیار داشته باشند و همسر و فرزندانش را با کلت کمریش به قتل رساند اف بی آی امریکا هنوز هم نتوانسته بعد 20 سال ای آدم را دستگیر کنه شماره دو مرد سنگی که لقب بدنامترین قاتل زنجیری هند است 13 نفر را در کلکته و 12 نفر را در مومبای به قتل رسانده هدف ای آدم معمولا افراد بیخانمان و خیابانی بود. مرد سنگی با کوبیدن سنگ بر سر این بیخانمانان و مردمان خیابانی آنها را به قتل می پلیس هن هنوز هم نتانسته ای قاتل را دستگیر کنه. شماره سه ایمن زواهری ایمن زواهری با نام های مستعار مانند ابو محمد، ابو فاطمه و دکتر شناخته می شود. ایشان یکی از رهبران فعلی القاعده است. همچنین به عنوان یکی از مقامات ارشد چندین سازمان اسلامگرای دیگر مشارکت داشتند. ایمن زواهری حملات تروریستی را در بسیاری از نقاط جهان سازماندهی و اجرا کرده این فراری مصری که سابقا زشک بوده تحت تعقیب پلیس بین الملل است و گفته میشه که در لیست خطرناکترین تروریست های جهان قرار گرفته شماره چهار آندر نورسون برای 15 سال در حال فرار و تعقیب است. او مزنون به کشتن خواهر و دو همسر سابقش است. پلیس ایالات متحده با تحقیقاتی که انجام داده، میگه که نورسون فرار کرده و ممکنه در باربادوس یا جزایر دیگر کارائیب اقامت داشته باشد. همچنین گفته شده که این قاتل وحشی همیشه با خودش اسلحه گرم به همراه دارد. البته ناگفته نماند نورسون سابقه جنایی بسیار خشین نسبت به زنان دارد و قتل‌هایی که انجام می‌دهد همگی زن هستند. شماره پنج سانتا لوتیت که با نام بیوه سفید هم شناخته میشه یکی از تحت تقیب ترین مزنونان تروریستی جهان است این خانم مثالتا بریتانیایی است و در دانشگاه لندن درس خوانده در سال 2015 کشتاری در دانشگاه های کنیا اتفاق افتید که در پیان 148 نفر کشته شده و همگی این خانم را مسئول کشتار این دانشگاه ها میدانستند لوتت در حال حاضر یک از رهبران سازمان تروریستی از شباب به حساب می آید گفته می شه پلیس از دستگیری او عاجز مانده به که این خانم دائما در حال تغییر چهره با عمل جراحی پلاستیک است شماره 6 یکی از بدنامترین قاتلان زنجیره تمام دوران قاتل زودیاک نام دارد قاتل زودیاک در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در کالیفرنیای شمالی فعال بوده. زودیاک شگرد عجیبی در قتلهای خود داشت او بعد از اینکه پنج نفر را به قتل رساند نامه های نامفهوم و رمزنگاری شده را نوشته و به روزنامه ها ارسال میکرد. پلیس بعد از کشف کردن این نامه های رمزنگاری شده متوجه شد که او در نامه ها مدعی شده که 37 نفر را کشته ولی با این وجود چندین دهه از تحقیقات گسترده پلیس هنوز این آدم دستگیر نشده شماره هفت سوگا رهبر بزرگترین و مخوفترین بانهای های مواد مخدر در جهان است این شخص با هوش و نیرنگی که داره همیشه چند قدم جلوتر از پلیس است به همین دلیل پلیس ایالات متحده ای آمریکا برای کسی که اطلاعاتی از او بده 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده اوگوسا همچنین به اتهام قاچاق انسان و قتل متهم است شماره 8 بین سالهای 1985 تا 1990 بیش از 8 نفر در فرانکفورت توسط یک قاتل زنجیره‌ای معروف به اسلشر با چاقو کشته شدند اسلشر بعدها به خاطر این قتل ها به گمان می رفت که زندان نفته ولی در پای تحقیقات مردم محلی معلوم شد که اسلشر هنوز آزاد است شماره 9 بیرمن یا مرد آبجو نام مستعاری است که یک قاتل زنجیره‌ای به آن نسبت داده شده بیرمن در سال 2006 به قتل حداقل 6 نفر در مومبای هند متهم شده. پلیس مومبای در رابطه با این قتل‌ها صدها نفر را مورد بازرسی قرار داده ولی هنوز قاتل را پیدا نتانسته. و شماره ده جوزف کانی رهبر ارتش مقاومت لورد که یک گروه چریکی که قبلا در کشور اوگاندا فعالیت داشت دست به قتل‌های زیادی زده. گفته می شود یک جنگ سالار وحشی است که مسئول جنایت وحشتناکی از جمله ربودن اطفال و کشتن آنها و همچنین کشتن اعضای فامیل و خانوادهش به طرز فجیهی و به بردگی گرفتن جنسی دختران جوان ربوده شده متهم است. جالب اینجاست که فعالیت های وحشیانه ای او هنوز هم در افریقا جریان دارد.